به نام خدا خانش کتاب اکسیر از کانال ما تیوب قسمت بیستم درس نوزدهم کیمیاگران هیچگاه آرزو را محکوم نمی کنند. با دنبال کردن آرزوهایشان فرزانه شدند. هر آرزو مخلوق آرزویی پیشین است. زنجیره آرزو هیچگاه پایان نمی پذیرد. آرزو خود زندگی است. هیچ آرزویی را بیهوده یا نادرست نینگارید. روزی یکایی که آنها برآورده خواهند شد. آرزوها بذرهایی هستند که منتظرند در فصل خود جوانه بزنند. از یک بذر آرزو جنگل ها می رویند. یکایی که مرادهای دلتان را اگرچه ناچیز به نمایند گرامی بدارید. یک روز همین آرزوهای ناچیز به سوی خدا هدایتتان خواهند کرد. در یک روز کریسمس سهراسا بود که آرتور شمشیر را از سنگ بیرون کشید. میان ازدهام جمعیتی که شاهد این عمل بودند، هیچ کس به اندازه خود آرتور جوان به شگفت در نیامد. اندیشید مرلین کجاست؟ بیشک آن کیمیاگر به طرزی معجزه به این کار دست زده بود اما مرلین چهرش را نشان نداد در دل شب مدتها پس از اینکه همه به بستر رفتند آرتور همچنان نشسته و در فکر بود که آیا به راستی تقدیرش این است که پادشاه بشود دعا کرد استاد به تو نیاز دارم ناگهان نوری در زیر در پدیدار شد آرتور از جا جهید و در را گشود. اما کیمیاگر نیامده بود. برادر خانده اش کی پشت در بود. کی پرسید چه شده که هنوز بیداری؟ آرتور نمیدانست چه بگوید. در عوض به اتاق بازگشت و نفس تندی کشید. گفت آن شم را بالاتر نگاه دار. کی شم را بالاتر نگاه داشت و نورش بر سه شی افتاد که روی تخت آرتور پدیدار شده بودند. عروسکی پوشالی، تیرکمانی شکسته و آینه ای ترک برداشته. آرتور با لحنی عجیب پرسید آیا تو نیز آنها را می بینی؟ کی که سردرگم به نظر می گفت آنها را می اما برای من معنای خاصی ندارند. آرتور در حالی که عروسک را بر گفت آرزو داشتم مرلین کمکم کند و حالا اینها ظاهر شدند. این عروسک اولین اسباب بازی من بود. به گمانم دو ساله بودم که مرلین آن را برایم ساخت. این تیر کمانه شکسته را وقتی هشت ساله بودم از پوست آهو و شاخه بید درست کردم. این آینه ترک برداشته را وقتی دوازده ساله بودم در جنگل پیدا کردم. آیا میدانید چه ویژگی مشترکی دارند؟ کی سرش را تکان داد. هر یک از آنها به موقع خود مهمترین چیزی بود که داشتم. اما حالا به آنها نگاه کن. کی زیر لب گفت آشغال های با این حال از دیدن آنها بی اندازه خوشحالم. چون حالا میدانم مرلین در تمام این مدت هدایتم کرده است. میبینی کی وقتی دو ساله بودم فقط اسباب بازی میخواستم. وقتی هشت ساله بودم فقط میخواستم گنجشک و سنجاب ها را شکار کنم. و زمانی که دوازده ساله بودم فقط میخواستم در آینه نگاه کنم تا بدانم دخترها مرا زشت خواهند یافت یا زیبا. همه اینها را پشت سر گذاشتم. با این حال هر یک از آنها همچون تخت سنگی در رودخانه مرا به این لحظه رساند. روزی این تاج را نیز کنار خواهم نهاد گرچه امروز تنها آرزو و تقدیر من است کی روحی ساده و مصمم داشت که به سلطنت حرمت میگذاشت او که یک که خورده بود شگفت زده پرسید به چه دلیل شخص باید تاج را به دور افکند زیرا زمانی فرا خواهد رسید که آن هم به ناچیزی عروسکی به بیفایدگی تیرکمانی شکسته و به بیهودگی آینه خواهد بود به گمانم این چیزی بود که مرلین میخواست ببینم. فهمیدن درس آرزو در دل ما جایگاهی ویژه دارد. زیرا اگرچه همه ما در طول زندگی از آرزویی به سوی آرزوی دیگر روانیم، آرزوهای کهنه چنان کنار می روند که گویی هیچگاه اهمیت نداشتند. آرزوها به رغم هر تعدادی از آنها که تحقق یابند، آنقدر دوام نمییابند که یک سر آرزو را پشت سر بگذاریم مرلین گفت انسانید و این طبیعتتان است که هرچه بیشتر به طلبید. این آرزوست که در طول زندگی هدایتتان می کند تا به جایی برسید که آرزومند حیاتی والاتر باشید. پس شرمگین ما باشید که به زیاده می طلبید. اما با این اندیشه نیز خود را فریب ندهید که آنچه امروز خواهانید فردا بسنده خواهد بود. بدیهی است که آرزوها هیچگاه پایان نمیپذیرند اما این واقعیت سبب نشده که افراد یعنی انسانهای بسیار معنوی در راه ترک آرزو نکوشند در غرب مسیحیان سستی تن را به دلیل آرزوهای حقیرش محکوم می کند. در شرق بودیسم به این دلیل آرزو را ملامت می کند که ریشه تسلسل بیپایان رنج و لذت است. اما کیمیاگر دلیلی برای داوری و محکومیت آرزو نمی بیند. مرلین به آرتور جوان گفت وقتی به جهانگام می نهی پاداشی خواهی ستان که همه آدمیان خواهان آنند. این امر هزاران تن را بر ضد تو برخواهد انگیخت و به سوی سالهای آکنده ستیز خواهد کشاند تا اینکه تاج خود را بروبایی. آرتور با آشفتگی بسیار گفت در این صورت از تاش صرف نظر خواهم کرد. مرلین پاسخ داد نه راهش این نیست. آرزو فانیان را به همه گونه رنج و تعب می کشاند. اما این مشیت خداست که صاحب آرزو باشید. اما آرزو مردم را کور و خودخواه می کند. همون گونه که خودت پیشگویی کردی خشونت برمی انگیزد. به جهل دامن می زند و سبب می شود انسانی بر ضد انسانی زد. مرلین خاطر نشان ساخت اینها همه از فواید آرزوست در این امر نیز طبق معمول رمز و رازی هست که فقط جوینده میتواند آن را حل کند آیا آرزو خیر است یا شر یا هیچ یک آرزو رهنمودی به تو خواهد داد و برای شناخت طبیعت راستین آن باید به هیچ داوری آغاز کنی به هر آرزویی که داری حرمت بگذار در دل خیش آن آرزوها را گرامی بدار اما برای به دست آوردن خواستت تقلا نکن یقین بدار که جان برتر تو آن آرزو را در تو به ودیعه نهاده است اما تحقق آرزوهایت را به جان بسپار شاید دریابی که پلیدی آرزو نه خود آرزو تقلای انسان برای رسیدن به آن است کیمیاگران نمی تا شیوه خود را پیش ببرند یا چنگ بیافکنند و برو باید یا تصرف کنند و به تملک درآورند. زیرا آرزو را به سیمای طرحی گسترده می بینند که جان طراح آن بوده است. اگر آرزو را به همون صورتی ببینید که به راستی هست بیانگر نیاز قاییتان برای این است که دیگر بار به کمال بپیوندید. از بد به تولد هیچ امیدی نبود که از طریق توفیق ها یا تملک ها یا جاه و مقام احساس کامرانی کنید. هیچ چیز بیرونی نمی توانست مؤثر واقع شود. آرتور پرسید پس به چه دلیل خدا این همه آرزو آفرید؟ مرلین پاسخ داد چرا نمی بایست می آفرید؟ اگر این دنیا اصلا ارزش خواستن داشته باشد چه اشکالی دارد که شخص سهم بیشتری از آن را بخواهد؟ به آرزو به چشم میل به دریافت چیزی نگاه کن که خدا میخواهد ببخشد. این جهان یک هدیه است. خالق هیچ اجباری برای آفرینش آن نداشت. گنجایش دریافت خودت توانایی اعطا کردن خدا را محدود می کند. آرتور گفت شاید چنین باشد اما به چه دلیل خدا برای رسیدن به او راه مستقیمی نگذاشت؟ راه مستقیم گذاشت. آرزو راه مستقیم است. زیرا هیچ راهی به سوی خدا سریعتر از آرزوها و نیازهای خودت نیست. وقتی به آرزوها و نیازهایت مینگری و درباره آنها داوری می کنی، هیچگاه علت آن را از خودت پرسیده ای؟ داوری درباره آرزو داوری درباره منشأ آن است که خودت هستی ترس از آرزو به معنای ترس از خودت است مشکل در آرزو نیست بلکه در چیزی است که وقتی بر سر راه آرزوهایت مانع ایجاد می شود یا آرزوهایت ناکام می رخ می دهد. آنگاه تقلا و داوری آغاز می شود. اگر می توانستی راهی بیابی تا همه آرزوهایت را برآوری که همان چیزی است که خدا برای همگان در نظر دارد میدیدی که بی آرزو نمی نمیتوانی رشد کنی خودت را کودکی مجسم کن که هیچگاه نمیخواهد از بازی با اسباب بازیهایش دست بکشد بی آنکه هیچ آرزوی تازه‌ای در دلت پدید آید آنگاه به تله عدم بلوغ دائمی گرفتار می آمدی. زیستن با درس گفتار مرلین بر نقطه حساس انگشت می نهد. زیرا در جامعه زندگی می کنیم که مردم می توانند هرچه بیشتر اشیای مادی را به تملک خود درآورند. اگرچه سمرش این نبوده که کاملا احساس خوشبختی کنیم. اغلب اوقات آنچه در پس وفور نهفته بوده توهی بودنی معنوی بوده است. این بدان معنا نیست که خواستن خانه یا ماشین یا حساب بانکی نادرست یا شرمآور است خلع معنوی از خواستن اشیای مادی ایجاد نمی شود. از رو کردن به چیزهای بیرونی و توقع کاری که از عهدهشان بر آییم پدید میآید امور بیرونی نمی توانند خلعه معنوی را پر کند. این گفته که آدم ثروتمند به همان اندازه می تواند وارد ملکوت آسمان شود که شطوری به سوراخ سوزن محکوم کردن ثروت نیست. صرفا خاطر نشان می کند که پول ارزش معنوی ندارد و دروازه فردوس نیست. کیمیاگران همواره تعلیم دادند که آرزو را باید به صورت یک راه نگریست. در آغاز آرزو درباره چیزهایی چون خوشی، یا بقا یا قدرت است. اما زمانی می رسد که راه آرزو به فراسوی این گونه خوشنودی ها می انجامد. این آرزوها حقیر نیستند. آرزوهای پیشین و درگذشته اند. همان گونه که کودک در سن معینی اسباب بازی را کنار می گذارد، آرزوی تملک هر چه بیشتر نیز سرانجام شخص را به مرحله ای می رساند که آرزوی خدا بیشترین اهمیت را می آبد. مرلین گفت دلنگران این نباش که جوینده خدا بشوی. از بد به تولد جوینده بوده ای. فقط در آغاز خدا را در اسباب بازی می جستی. آنگاه در تعیید و سپس در جنس مخالف یا پول یا قدرت. همه اینها را با شور و شوق می ستودی و می خواستی. وقتی اینها آرزوی این لحظند از آنها به وجد درآی. اما آماده باش که فرو افتد. مشکل بزرگی که با آن مواجه خواهی شد نه آرزو بلکه وابستگی و چسبندگی خواهد بود. آن هم زمانی که جریان زندگی می خواهد رها کنی. تمرین این درس آزمونی مطلقاً ذهنی است. بنشینید و چیزی را مجسم کنید که با شور و شوقی شدید همکنون می خواهید. شاید اتومبیلی خاص زندگی لبریز از ثروت یا کامیابی در رابطه ای باشد. بکوشید چیزی را برگزینید که هنوز هم به شدت آن را می خواهید تا بتوانید احساس کنید که دویدن از پی آرزو به راستی تا چه اندازه قدرتمند است. اکنون به آرزو یا خواسته ای که در گذشته داشتید بیاندیشید. آرزویی که پیشاپیش برآورده شده است. شاید آخرین اتومبیل یا پروژه موفقیت آمیز یا مبلغی پول باشد. خواسته گذشته ایتان در قیاس با آرزوی کنونیتان متفاوت به نظر می رسد. عتش شدیدی برای دنبال کردن آرزوی پیشین احساس نمی کنید زیرا پیشا پیش آن اتش برطرف شده است. آنچه در این تضاد تجربه می کنید این است که چگونه زندگی شما را به پیش می راند. آرزوی دیروز که آتش توفیق خود را داشت اکنون به آرزوی امروز تغییر شکل داده است این جوشش برای پیشروی تصادفی نیست شما را از خواسته های نوزادی به آرزوهای کودکی نوجوانی بلوغ و پختگی کشانده است راه آرزو بسیار قدرتمند است و هیچگاه پایان نمیپذیرد فقط موضوعات آرزو تغییر می کنند و عوض می شوند. آنچه کیمیاگران می بینند این است که آرزوهایمان در ژرفترین سطح خود جوشش تکاملی حیات را در بر دارند. آتش زیستن صرفا غریزه بقا نیست. راهی است که می گشاید. زندگی دوست ندارد که بسته باشد. به همین دلیل مرلین گفت که مشکلات آرزو زمانی پدیدار می شوند که مانعی در راه آن ایجاد شود کودک سالم می آموزد که هرچه می خواهد زمانی خوب است که مادرش از برآوردن نیازهای او خوشنود باشد چنانچه در عوان کودکی الگوی مثبتی استقرار یابد کودک با آرزوهای طبیعی رشد خواهد کرد که با نیازهای راستین او انتباه خواهد داشت می توان فردی را که از نظر روانی سالم است به صورت شخصی توصیف کرد که آرزوهایش عملا خوشبختی می آورند. اما اگر در ذهن کودک نظریه مخالف این امر حک شده باشد، یعنی اگر آرزوهایش را شرماور بداند یا آرزوهایش با قیز و قذب برآورده شده باشند، آنگاه آرزو به صورت سالم پرورش نخواهد یافت. و در سالهای بعد نیز، شخص همچنان در پی کامجویی از چیزهای بیرونی برخواهد آمد. نیاز به قدرت و ثروت افسونتر و آمیزش هرچه بیشتر با جنس مخالف تا خلعی را پر کند که در کودکی درباره حسی که به خود داشت ایجاد شده بود. یعنی زمانی که حس بودن شخص مورد داوری قرار گرفته و نادرست پنداشته شده است. در موارد شدید آرزو چنان تحریف می شود که نیازش به نیاز قتل و سرقت و جرم و خشونت بدل می شود. این آرزوها می توانند هم از نظر شخصی و نیز از نظر اجتماعی موجب صدمات ناگفته شوند. با این حال هیچ کس با دیدن قاتل یا سارقی نمی تواند بگوید که از کدام مقطع ارزشهایش به بیراه افتادند. از دیدگاه کیمیاگران همه آرزوها از یک جا برمیخیزند. از نقطه ای که زندگی میخواهد خود را بیان و عیان کند و انصداد یا محکوم کردن آرزوست که مشکل را می آفریند. بیان ناسالم آرزو فقط بازتاب عدم سلامت روانی است که مانند همه ما به شدت نیازمند شناخت خیش است. منتها دست کم در این لحظه در این شناخت شکست خورده است. بنابراین کنار آمدن با طبیعت آرزویتان و دریافت اینکه مشیت الهی این است که همه آرزوهایتان تحقق یابند حائز اهمیت بسیار است. خدا در برابر هیچ یک از خواسته هایتان مانع ایجاد نمی کند. خودتان در جرفای وجودتان بر این باورید که شایستگی همه چیز را ندارید. چنین قضاوتی درباره خود جریان طبیعی زندگی را بند می آورد. اما وقتی موانع از سر راه برداشته شوند راه آرزو لبریز از شادمانی می شود زیرا کوتاهترین و سریع ترین راه به سوی خداست هیچ آرزویی ناچیز نیست زیرا همه آرزوها معنای معنوی دارند و هر یک از آنها گامی است به سوی روزی که آرزومند والاترین توفیق خواهید بود که شناخت فطرت الهی خودتان است پایان قسمت بیستم